بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن مجلس القرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك بر شما این مجلس قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب سهلا ان شئت اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه واتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. در این مورد بعد از اینکه الله متعال در مورد نماز بر ما سخن زد که گفت وقیم الصلاة و آت الزکا و ارکعوا مع الراکعین، بعد از او در مورد صیام بر ما سخن زد که گفت که کتب علیکم الصیام و کما کتب علی الذین من قبلکم، در مورد انفاق یا زکات بر ما صحبت کرد در این سوره، بعد از این در رکن پنجم اسلام که عبارت از حج است در این آیت ها به ما صحبت میکنه. به خاطر که دیگه تا نامده یک بار تحت لفظی را ترجمه میکنیم، باز مسائلی که در حج است بعد از این تا وقت میشه که تعداد دیگه هم بیاید. و اتم الحج و تمام کنید حج را، حج به معنی قصد، و العمره و عمره را لله، خاص برای الله. خاص برای چی؟ برای الله. فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَإِنْ صَدَدْتُمْ، اگر شما منع کرده شدید، فَمَسْتَيْسَرَ از حج، فَمَسْتَيْسَرَ از رفتن به کعبه، پس آن چیزی که آسان است بر شما بفرستید، من الهدی از امو چارپای های که همراهتان است. هدیه از 8 جفت میایه، از گوسفند نر و مادش، گاو نر و مادش، شتر نر و مادش، بز نر و مادش، از چیزهایی که ما قربانی میکنیم، از همون چیزها حاجی هم در اونجا میبره کت خود، حالا خود نمیبره اونجا میخره. ولا تحلقوا رؤوسکم، و حلق نکنین شما، تراش نکنین، کل نکنین سرهایتان را این مردا، حتی تا اینکه یبلغ الهدیو، تا که برسه اونمو هدایه شما، هدیه شما، همون چارپایی را که به خاطر ذبح روان کردین، محله دمو جایی که ذبح همیشه که حرم است. فمن کان منکم مریضا، پس کسی اگر از شما بود مریض، او بهی اذن یا بود به او مرض، من رأسه دسرش، مثل شپش، مثل شپش که نمیتونه تحمل بکنه. یک صحابی رضی الله تعالی عنه پیش پیامبر علیه الصلاه و السلام میه و این قدر به عذاب است که امو شپش درویش دانه دانه پایین میشه. پیامبر علیه السلام میگه اذیت میبینی؟ میگه برو سر تشک بکو، کل بکو. یه حکم در اون مورد آمد. او بهی اذن،
یا باشه به مرض من رأسه اثرش، ففدیتون پسی فدیه بتا، کل بکنه سر خود را در مقابل فدیه بتا. فدیه را گفته بودیم چی معنا؟ عوض، بدل. من صیام یا از روزه، او صدقت یا صدقه بتا، او نسکین یا چی بگیره؟ نسک خود انجام بتا، ذبحه بکنه. نسک جب معنای ذبحه. فا اذا امنتم، پس هر وقتی که شما در امان شدین، فمن تمتع، پس کسی که تمتع کرد به عمره، الی الحج، امرای حج، به حج برای حج، فمستیسره، پس آن چیزی که بر از او آسان است، هدیه بکنه، ذبح بکنه، من الهدیه، از امو هدیه که است، گاو است، گوسفند است، شتر است، در گاو شتر، 7 نفر میشه شریک شوه، و در گوسفند و بز، فقط 1 نفر. فمن لم یجد، پس کسی که نیافت امی ذبیحه را که ذبح بکنه، فصیام 3 ایام، پس است بالایش روزه 3 روز، فی الحج در امو ایام حج، و 7 روز اذا رجعتم، وقتی که شما برگشتید به خانه هایتان. تلک اینمی 7 در میشه کلش 10 کامله، کسی در اوجه گرفت 7 در خانه، 10 روز مکمل. ذالک لمن لم یکن، ای است برای کسایی که نباشه اهله، فامیلش، حاضر المسجد الحرام، در مکه معظمه، یعنی مقیم مکه نباشه، مقیم مکه نباشه، حاضر المسجد الحرام. و اتقوا الله، بترسید از خدا، در احکام الله غلطی نکنین. و اعلموا و بدانید، ان الله، هر این الله متعال، شدید العقاب، سخت عذاب کننده است. حج، حج در لغت به معنی قصد است. حج در لغت مطلقاً به معنی چی میه؟ قصد میه، عزیمت میه. و در اصطلاح قصد کردن خانه کعبه شریفه هست به نیت ثواب، و طواف در اطرافش 7 طواف، سعی بین صفا و مروه، رفتن به عرفات، رفتن به مزدلفه، رفتن به منا، یعنی مسائلی که مربوط به حج میشه. این را چی میگه؟ حج میگه. حج به چند قسم است؟ تعریفش به هر کدامش فرق میکنه. حج به 3 قسم است، یعنی عمره نه، عمره را جدا میگیریم. خب خود حج را که به حساب فرضی انسان ادا میکنه به چند قسم است؟ به 3 قسم. یکی به نام حج قران است، 2 به نام حج تمتع است، 3 به نام حج مفرد یا افراد است. حج قران امو حج را میگه که احرام عمره و احرام حج را هر دو را 1 بار در 1 احرام نیت میکنه، زمانی که پیش از میقات، پیش از اینکه به میقات برسه یا به میقات نرسیدگی احرام بسته میکنه. اینمی جا زمانی که نیت حج میکنه، از حج میگه اللهم اینی ارید الحج والعمره، ای الله ما اراده دارم حج و عمره را، فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي، فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي، پس آسان بساز بالای من و از ما قبول بکردورا. اینی را قران میگه. اینی را چی میگه؟ قران. قران به معنی یک جا کردن، قران به معنی پیوست، یعنی این 2 رکن را، 2 حج را که بالایش بود یکی کرده، یکی عمره و دیگه امو حج فرضی که در روزهای معینه خودش میشه، هر دو را یکی کرده. از این جهت ایره قران میگه. چی میگه ایره؟ قران میگه. از این جهت ایره قران میگه. قران به معنی یک جا کردن. پس این در یک نیت، یعنی یک احرام، 2 نیت حج یک جای کرد. خوی چی کار میکنه؟ زمانی که احرام را به خاطر حج و به خاطر عمره کمیال بسته کرده، دیگه تا ای که روز اول عید نبیایه، یعنی قربانی نکنه، سر خود تراش نکنه، احرام از خود دور کرده نمیتونه. و سخت‌ترین طریقه حج اینمی است. مثلا 10 روز، 15 روز، 20 روز، 5 روز، 6 روز پیش از مراسم حج احرام بسته کرده و در اینجا گفته که ما باید حاجی چی شوم؟ قران شوم. مشکل است، مشقت است. پس امی احرامی که بسته کرده دیگه حق خلاص کردن از احرام نداره که کالای خدا بپوشه. اگر چرک میشه میکشه یا ای که جان خدا میشه دور میکنه، مشکل برش میه، اون چی نیست، مگم به احرام نمیشه که کالا را بپوشه.
نمیشه که در بدل احرام چرا بپوشه؟ کالای خدا بپوشه، بدلش کنه. اگر نه گرمی است میتونه که غسل بکنه، یا امی احرام خدا بپوشه، احرامش به نماز شده دیگه احرام میپوشه. ولی هدف ما ای است که کالا را نمیتونه پوشیده ای وز احرام. صحیح است؟ بعد از اینکه عمره خدا رفت تمام کرد، از جرف رسید به مکه، در مکه رفت هفت گرده طواف کرد و رفت سعی بین صفا و مروه کرد، عمرش تمام شد. دو رکعت نماز میخونه بعد از طواف، بعد از عمره سعی میکنه در بین صفا و مروه، بس که پیش گفتیم. پس اینجا عمرش تمام شد، سر خدا کلا میکنه، خلاص. در این همین جا همی مردکه دیگه احرام خدا کشیده نمیتونه، احرام خدا دور کرده نمیتونه. تا روز هشتم ذوالحجه که میایه، یعنی یک روز پیش از عرفات که مردم به طرف مینا میره، کتینوی احرام اولی که بسته کرده ای هم میره به طرف مینا. به مینا که رفت شب را در مینا تر میکنه، صبحش که عرفات است میرن به عرفات، روز در عرفات تر میکنن، مثل که پیش بر ما دیروز تر شد. بعد از شام که آفتاب غروب کرد میان به طرف مزدلفه، در مزدلفه میباشن. بعد از شب را که مزدلفه تر کرد، صبح کی آفتاب برآمد، یعنی بعد از اینکه آفتاب برآمد، باز میره به طرف جمره زدن، شیطان زدن، شیطان که زد، بعد از او باز میره قربانی میکنه، بعد از قربانی سر خود کل میکنه. اینی وقت باز از احرامی که اول بسته کرده خود خلاص کرده میتونه. این را حج قران میگن. صحیح است؟ حج تمتع قسم دومش. حج تمتعی است که حاجی صاحب احرام بسته کرده در اول نیت عمره را میکنه. حج را کتش یک جای نمیکنه، خب؟ اینطور نیت میکنه، نیت عمره. اللهم اینی ارید العمره فیسرها لی و تقبلها منی. اللهم اینی ارید العمره فیسرها لی و تقبلها منی. ای الله، ما اراده کردیم، قصد کردیم عمره را، پس چی بکو؟ پس بر ما آسان بسازش و از ما قبولش کو. این نیت چیست؟ عمره. بعد از اینکه احرام خدا بسته کرد، رفت از میقات تیر شد، به کعبه رسید، میره هفت گرده طواف خانه کعبه را میکنه، بعد از دو رکعت نماز میخونه در مقام ابراهیم یا هر جایی که برش مساعد بود. بعد از او باز میره هفت گرده، هفت طواف در بین صفا و مروه میکنه. یعنی اینه که هفت دفعه برو بیایه، خب؟ که 14 دفعه شوه، بلکه از صفا شروع میکنه، به طرف مروه یکی، از مروه به صفا دو، از پس از صفا به مروه سه، از مروه پس به صفا چار، از صفا پس به مروه پنج، از مروه پس به صفا شش، از صفا پس به مروه هفت. یعنی از شروع میکنه از صفا، خلاص میشه به کجا؟ به مروه. هفت گرده خلاص میشه. ای که خلاص شد، میره سر خود تراش میکنه یا کل میکنه یا کم میکنه، قیچی میکنه. خب به شرطی که از کل سر یکسان باشه، کل سر اینه که یکی جره بگیره، این جره بگیره، این جره. اگر کم میکنه کل را کم میکنه، اگر کل میکنه هم کل را کل میکنه. پس اینمی عمرش خلاص شد. عمرش که خلاص شد، این جایی هم میره احرام خدا میکشه، از احرام فارغ است. اگر 10 روز، 15 روز، 5 روز، 6 روز، هر قدری که به مراسم حج مانده، این دیگه از احرام خلاص شده، از احرام خلاص شده. قبلها منی. ای الله، ما اراده کردیم، قصد کردیم عمره را، پس چی بکو؟ پس بر ما آسان بسازش و از ما قبولش کو. این نیت چیست؟ عمره. بعد از اینکه احرام خدا بسته کرد، رفت از میقات تیر شد، به کعبه رسید، میره هفت گرده طواف خانه کعبه را میکنه، بعد از دو رکعت نماز میخونه در مقام ابراهیم یا هر جایی که برش مساعد بود. بعد از او باز میره هفت گرده، هفت طواف در بین صفا و مروه میکنه. یعنی اینه که هفت دفعه برو بیایه، خب؟ که 14 دفعه شوه، بلکه از صفا شروع میکنه، به طرف مروه یکی، از مروه به صفا دو، از پس از صفا به مروه سه، از مروه پس به صفا چار، از صفا پس به مروه پنج، از مروه پس به صفا شش، از صفا پس به مروه هفت. یعنی از شروع میکنه از صفا، خلاص میشه به کجا؟ به مروه. هفت گرده خلاص میشه. ای که خلاص شد، میره سر خود تراش میکنه یا کل میکنه یا کم میکنه، قیچی میکنه. خب به شرطی که از کل سر یکسان باشه. کل سر اینه که یکی جره بگیره، این جره بگیره، این جره. اگر کم میکنه کل را کم میکنه، اگر کل میکنه هم کل را کل میکنه. پس اینمی عمرش خلاص شد. عمرش که خلاص شد،
اینجایی هم میره احرام خودم میکشه، از احرام فارغ است. اگر 10 روز، 15 روز، 5 روز، 6 روز، هر قدری که به مراسم حج مانده، این دیگه از احرام خلاص شده، از احرام خلاص شده. خلاص باز میره قرار بیغم روز 8 که شد که مردم به طرف چی میرفت؟ منا میرفت. در اینجا دوباره میره غسل میکنه، احرام خودم بسته میکنه، باز اینجا نیت حج را میکنه، نیت حج در این وقت میکنه و میگه که اللهم اینی ارید الحج فیسره لی و تقبله منی. ای الله، ما اراده حج را کردیم، اراده حج را دارم، فیسره لی، پس از ما برای ما آسانش بساز و تقبله منی و از ما تو را چی بکو؟ قبول بکو. اینی نیت حج شد. بعد از این پس امو افعالی که در قران کرده در اینجا مشترک است. میره به منا، شب را در منا تر میکنه، صبح میره به عرفات، روز در عرفات تر میکنه، نماز پیشین و نماز دیگر را در وقت پیشین بهتر است و یا در وقت دیگر، هر دو را یک جا. اگر تانش در مسجد نمیره و اگر نتانش در مخیمه هایشان که بود، هر دو را یک جماعت میکنه، یعنی یک اذان و دو اقامت گفته میشه، دو تکبیر گفته میشه، پیشین و دیگر را یک جا میخونه. بعد از او باز است دیگه دعا میکنه و سبحان الله والحمد لله میگه، بهترین دعا همیست که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الى بیشتر امی از پیامبر علیه الصلاه و السلام روایت شده که میگه دعای ما، دعای دیگه انبیا پیش از ما و دعای عام صالحین در عرفات امی بود که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صحیح. بعد از این باز میره شب را در مزدلفه تر میکنه، در مشعر الحرام که برای ما تیر شد. صحیح. از مشعر الحرام، پس از مشعر الحرام بلکه میاد اینجا انشاءالله دوباره برای ما میاد. بعد از او باز از مزدلفه صبح کی میره که آفتاب برآمد، میره باز به کدام طرف؟ به طرف جمره زدن. جمره را که زد، بعد از او باز میره قربانی میکنه، بعد قربانی باز سر خود کل میکنه، بعد از او باز از احرام چی میشه؟ خلاص میشه. این را چی میگن؟ تمتع. صحیح. یکی حاجی افراد داریم یا مفرد. مفرد همیست زمان که رفت در مکه هیچ چی نمیکنه، عمره نمیکنه. چی نمیکنه؟ عمره نمیکنه، فقط از حج شروع میکنه. روز 8 که شد نیت حج را میکنه، میره به حج، دیگه چی نمیکنه؟ دیگه عمره نمیکنه. یک طواف به نام طواف قدوم، یک طواف سرش از کول وقتی که رفت 7 گرد طواف میکنه، دیگه عمره سرش نیست. بعد از او باز میره فقط به طرف چیز، به طرف مینا، امی قسم عرفات، قسمی که دیگه را میکنه، قسمی که دیگه کرد. پس در اینجا باز یک فرق دیگه هم است که سر حاجی قران و حاجی متمتع، سر ازید تا قربانی هست، ذبح هست روز اولی، ولی سر مفرد باز ذبح نیست. سر ازو چی نیسته؟ ذبح نیست. سر ازو کشتن حیوان نیست، دم شکر نیست. سر کی؟ سر مفرد. چند قسم شد؟ 3 قسم. یکی هم عمره که داریم، عمره غیر از این 3 تاست. عمره به این معنا که عمره وقتی که حاجی نیت کرد احرام بسته کرد، امون نیت عمره را که براتون گفتم که اللهم اینی ارید العمره فیسر حالی و تقبلها منی، میره فقط به کعبه که رسید 7 گرد طواف میکنه، بعد از 7 گرد طواف سعی بین صفا و مروه میکنه که براتون گفتم، از صفا شروع میکنه، به کجا ختم میکنه؟ به مروه. بعد از او سر خدا یا کل میکنه یا کم میکنه، بعد از او از احرام خلاص است. این امیر عمره میگه. نماز چه وقت میخوانه؟ نماز بعد از طواف. دو رکعت نمازی که حنفی ها واجب میگه، البته مذهب ما، دیگر ها سنت میگه، او را بعد از اینکه 7 گرد طواف را کرد، پیش از اینکه به سعی بروه یا در مقام ابراهیم و یا اگر بیروبار بود هر جایی که مساعد بود میخوانه، این امیر چی میگه؟ عمره میگه. صحیح. بعد از اینکه روز اول عید، این کلش مشترک است خو، بعد از این حج قران، حج مفرد، حج متمتع. صحیح. تمتع کلش چیز یکسان است. پس در اینجا بعد از روز اول عید دیگه کلشان یک حکم دارن. فقط این همه قصد که سر مفرد گفتیم چی نیسته؟ ذبح نیست، قربانی نیست. این دوتای دیگه قربانی میکنه، دوتای دیگه قربانی میکنه. روز اول عید زمانی که از مزدلفه آمدن میروند به طرف منا، وقتی که جمره را زدن از شیطان کدام شروع میکنن؟ شیطان آخر. اول هم نمیزنن، دوم هم نمیزنن، کدام میزنن؟ او طرف میرن. او را که زدن
بعد از او باز می آیند دیگه قرار میرن به طرف قربانگاه به حساب ما شما مسلخ به حساب اونا مذبح سایس جای ذبح یا در اوجه خودش میره یا اگر نرفت وکیل میگره که کسی از طرف از چی بکنه ذبح بکنه وقتی که ذبح را کرد بعد از ذبح میتونه سر خود کل بکنه به نزد حنفیا سایس به نزد حنفیا ترتیب در اعمال حج در بین زدن جمره کل کردن سر و امی قسم ذبحه و کل کردن سر ای کلش ترتیب واجب است به نزد دیگرها ترتیب سنت است ترتیب چیست؟ سنت است یعنی ما میگیم که اگر کسی اول ذبح کرد باز رفت شیطان ازد میگیم که سرش دیگه دم گشته ترک واجب کرده صحیح است؟ دم جنایت گشته اگر اول رفت شیطان ازد جمره را زد باز آمد سر خود کل کرد باز رفت ذبح کرد باز هم میگیم که سرش ذبح گشته صحیح است؟ به نزد مال بتا به نزد حنفیا به نزد دیگران میگه که انشاءالله اشکال نداره حج شده یک چیز صدقه کرد نکرد اما مشکل در حجش نمی آید در حجش مشکل نمی آید دیگران میگه که مشکل نمی آید ما میگیم که ترک واجب کرده ترتیب واجب است به خاطر ترک واجب به خاطر ترک ترتیب دم دیگه سرش میگرده که به نام دم جنایت میگیم به نام دم جنایت میگیم پس بعد از اینکه روز اول جمره را زد آمد بعد از این با ذبح کرد بعد از ذبح حلق کرد بعد از این اگر وقت داشت امروز میره به مکه به کعبه میره طواف زیارت یا طواف صدر یا طواف فرضی که برش میگیم کلش یک اصطلاح هست او را میکنه اگر وقت نداشت یا مانده بود زله بود میتونه که در روز دوم و روز سوم میدون بره و طواف خود خلاص بکنه او طواف میشه که همراه احرام بکنه میشه که همراه کالای خود بکنه مشکلی نداره صحیح طواف میشه که همراه چی بکنه کالای خود بکنه و هم میشه که همراه چی بکنه احرام بکنه مشکل دو نداره میره طواف خود میکنه دیگه خلاص میشه از دیگه پس میاد در مینا با صبحش روز دومید باز دوباره که به زدن جمره میره که هر سهش میزنه بعد از زوال میره یعنی وقتی که نماز پیشین خان یا پیش از نماز پیشین آفتاب که از استوا زوال کرد باز میره هر سه چی میزنه شیطان میزنه جمره میزنه پس میده خیمه خود روز سومید بعد از اینکه آفتاب زوال کرد باز میره به زدن شیطان سه شیطان میزنه باز دلش که آمد اینجا اختیار داره سرش استحبابی است که چهارم عید یعنی سوم روز ایام تشریق میشه چهارم روز عید میشه دلش که پایید در مینا اکثرا نمیپایند و دلش امتو رفت برا و به طرف مکه به طرف هتل خود میره هر جایی که میره دیگه افعال حج مکمل ازش خلاص شده فقط یک طواف بیدا سرش مانده و بس دیگه هر چیزی که میکنه نفلی است صحیح اگر نیک پایید باز میپایه روز چهارمید به نزد ما جواز داره که پیش از زوالم جمره را بزنه برا خدا خلاص کنه و به نزد دیگران میگه نه اگر مان روز چهارمید هم باید جمره یا شیطان که میزنه بعد از چی بزنه؟ بعد از زوال بزنه صحیح؟ بعد از زوال بزنه ما میگیم که اگر ضرورت داشت مریض بود یک روایت در مذهب ما ایست که پیش از زوال هم زده میتونه اگر در روز سوم رفت مردکه امی جمره را زد شیطان را زد ولی نتونست که خدا بکشه به طرف مکه بروه چون کلش نسک است چیزی است که شریعت بر ما متعین کرده مثل اوقات نماز واره آفتاب سرش غروب کرد ولی از مینا نتونست برآمد در اینجا با سرش واجب است که شب را تیر بکنه در مینا یعنی اگر میخواد که از مینا برایه باید پیش از اینکه آفتاب سرش غروب بکنه شام شوه از مینا خدا بکشه به مکه بروه اگر نه که سرش آفتاب غروب کرد در مینا مانده بود فقه حنفی میگه که سرش واجب است که باید روز چهارم را هم جمره بزنه بعد از او باز بروه صحیح اینی بود افعال حج و به نام ذبح یا دم شکر که ما میگیم که گفتیم سر حاجی قران و حاجی متمتع هستند سر حاجی قران و حاجی متمتع هست اینمی دم را به نام دم شکر میگن خب این با غیر از او قربانی است که در وطن خود میکنه هر سال یعنی به این معنا ما دیدیم
اکثر ان تو غلط میشه که ازو جاجی صاحب زنگ میزنه ده اینجا بچی با فامیل خود که بچه ما قربانی جنا میکنه از طرف ما اونجا قربانی بکو قربانی را تو ده اونجا و دم شکر است از حدود حرم کشیده نمیتونی او را حتی تو در مدینه کرده نمیتونی در پیش کعبه کرده نمیتونی باید در مینا بکنی باید ده اونجا بکنی دیگه جای تو هرگز کرده نمیتونی خدا کنه ده تا گاو را در وطن ذبح کنی جای از یک گوسفندی که دوجه میکنی او سر دین از باید بکنی واجب است صحیح است اینجا اگر کردی نکردی اشکال نداره ان شاء الله اما اونجا باید حتما دم شکر است او شکرانه عزیز که تو حج ادا کردی شکرانه نعمت الله را یک ذبیحه تقدیم میکنی و ذبح میکنی باید بکنی اما با هیچ صورت کردن نمیتونی که بگویی ما اوجه نمیکنم غلط میشه فکر میکنه خیم قربانی است و قربانی را تا به ایجا دادنی به مفقیرهای وطن خود میتونم که چارهشان شوه این کار نمیتونم سعیز او را دم چی میگه؟ دم شکر میگه بعد از اینکه حاجی خلاص شد آمد در هتل خود در جای خود میمانه صبر میکنه تا وقتی که برش خبر بده که یا به طرف مدینه می روی یا مدینه پیش رفتی می روی به طرف وطنت بعد از این آخری کارش امی است که میره طواف ویدا میکنه در طواف ویدا امرای کارای خود طواف کرده میتونه وقتی که رفت طواف کرد طواف ویدا را هفت گرده گشت در طواف ویدا سعی بین صفا و مروه نیست بخلاف طواف زیارت طواف زیارت طواف صدر که گفته بودیم در او سعی بین صفا و مروه میکنه با صحیح ترین قول اما در طواف ویدا فقط طواف میکنه دیگه سعی بین صفا و مروه نداره امرای کالای خود طواف میکنه و وقتی که طوافش خلاص شد به الله اینطور میگه که ای الله ای آخری آمدن مرا ای آمدن مرا آخری آدم آمدن به خانت نگردانی مراتب دیگه هم مرا برسان و ای فقط چون که یک رکن یا واجب از حج مبود من امرای تو ویدا کردم امرای خانت ورنه ما ویدا نمیکردم علما میگه اگر به این قسم ویدا بکنه الله بار بار میخواهش اگر نه که گفت الله دیگه همین دفعه آمدم دیگه مرا در گرمی نخواهی صحیح است دیگه خلاص بخرام صحیح است اینی بود که حجش چی شد تمام شد و اتم الحج تمام کنه حج را و العمره و عمره را لله خاص به خاطر الله شما تمام کنین حج و عمره را خاص به خاطر الله فاین احسرتم ای فاین صددتم اگر شما منع شدین منع از چی چیز؟ منع از رفتن به بیت الله یا مریض شدین یک یا محاصره شدین دشمن رای شما را بند کرد دو دزدا دزدی شد قطع طریق برآمد امنیت خراب شد نتونستین رفته در این صورت فمستیسر من الهادی پس بفرستین آن چیزی که آسان است براتون عزم و قربانی قربانی را بکنه در اونجا بعد از او باز دیگه چی میکنین؟ از احرام خود خلاص میکنین عام دیگه سال دیگه باز حج میرین سال دیگه باز حج میرین این آیت نازل شد در سال ششم هجری زمانی که پیامبر علیه الصلاة والسلام در صلح حدیبیه که به نام عام حدیبیه مشهور است آمد و مشرکین مکه مانعشان شد نتونست به حج برو و امرایشان ذبیحه بود و اینجا صحابه از جمله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اصرار زیاد داشتند که تعدادشان هم 1400 نفر بود 1400 نفر بود بنا به قول ابن کثیر رحمه الله میگه که آمدن زمانی که میخواستن به طرف حج برون مشرکین مانعشان شد نرفتن وقتی که نرفتن اینجا حضرت عمر گفت که ما میریم به زور جنگ میکنیم و دیگه صحابی هم میرقم گفت که رضی الله عنهم ما حکم نیستیم میریم به زور داخل مکه میشیم ولی روی یک حکمتی که الله خودش میفهمید روی یک حکمتی که الله خودش میفهمید در اینجا یک معاهده از طرف مشرکین و پیامبر علیه السلام امضا شد و تعهدی که کرد الله متعال توسط وحی و پیامبر علیه السلام خبر داد که این معاهده به فایده شماست و معاهده هم ظاهرا اگر میدیدی همه به تاوان مسلمان ها بود اما آن چیزی که الله در او خیر نهفته بود انداخته بود او چیز دیگه بود در معاهده ای تو آمده بود که اگر از مشرکین البته که معاهده به 10 سال بود چند سال؟ تا 10 سال تا ده سال این معاهده در بین ما و شما است سعیز و شما اگر میایین سال دیگه به حج بعد از این شما نه امرای خود شمشیر آورده میتونین نه اسلحه آمده میتونین فقط می این حج میکنین و پس میرین در مدت همه قدر وقت کاری که مثلا زیاد صحابه را جگرخون کرده بودی بود که اگر مشرک به شما تسلیم میشه او را دوباره باید شما چی کنین؟ به ما تسلیم بکنین
ولی اگر از شما کسی به ما تسلیم میشه مسلمان میه، مشتک را اسیر میگیره، هرگز ما حق تسلیم کردن از او را نداره، ما او را به شما تسلیم نمیکنیم. پیامبر علیه السلام این امیر هم امرایشان پذیرفت، امیر هم پذیرفت. و در این وقتی که در بینشان رفت آمد میکرد و خط میبرد و خط میورد، حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه بود. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زمانی که به مکه آمد از حدیبیه، حدیبیه تقریبا ده 5 کیلومتری یا 6 کیلومتری مکه قرار داره، به طرف جده که میه، در اون طرف یک جایز به نام حدیبیه که مشهور به نام حدیبیه شده. در اینجا حضرت عثمان دیر کرد، حضرت عثمان کتال داد، اینطور آوازه افتید که گویا مشرکین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را به شهادت رساندن، به شهادت رساندن. بعد از این پیامبر علیه السلام زیاد خفه و قهر شد و آمد زیر تحت الشجره در سوره فتح بر ما میاد، تحت شجره المبارکه، در زیر درخت که امرای تو بیعت کردن در اول سوره فتح و در رکوع دومش. پس اینجا آمد کل صحابی رضی الله تعالی عنهم، دست خدا سر دست یکی دیگه به دست پیغمبر گذاشتن و گفتن که ما اگر حضرت عثمان شهید کرده باشه به هر شکلش ما میریم، یک نفر مشرک هم زنده نمیمانیم. مگر امی بود که حضرت عثمان شهید نشده بود، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دوباره برگشت، بعد از او خطه که آورد که مشرکین تو میگه و یک نماینده از اونا آمده بود و امرای پیامبر علیه السلام، وقتی که گفتن در راس خطی بود که گویا تو محمد رسول الله بسم الله نوشته نکن، بگو من محمد بن عبدالله، از طرف محمد بچی عبدالله. امیر هم پیامبر علیه السلام به حضرت علی گفت که نوشته که محمد بن عبدالله، خیر رسول الله را چی بزن؟ خط بکو، به خاطر که الله میفهمه که من فرستاده خدا هستم، چون وعده های عظیم دیگه در پنهان الله متعال به پیامبر خود داده بود که این 10 سال معاهده بسیار زود خودشان مشکینانند. امی بود که بعد از اینکه معاهده شد، اینجا صحابه بسیار خفه شد به خاطر که به حج آمده بودن نتونستن، هیچ کس خود از احرام خلاص نمیکرد. جایی که پیامبر علیه السلام به مشوره درست زوجه مطهره خود ام سلمه رضی الله تعالی عنها عمل کرده، این امی جا بود. ام سلمه رضی الله تعالی عنها با پیامبر علیه السلام میگه که یا رسول الله تو یک کار بکو، تو برو خودت ذبیحه حلال بکو، بعد از اینکه ذبیحه حلال کردی سر تکل بکو، دیگرا که تو را دید ابی کارا میکنن، صحیح است، به خاطر که کلشان مجبور هستن که طاعت از تو بکنن. پیامبر علیه السلام رفت برآمد، ذبیحه که امرایش بود او را ذبح کرد، بعد از او رفت سر خود تراش کرد، از احرام خود خلاص کرد. دیگه صحابه چیز گفتن نتونست، وقتی که قدوه کیست؟ پیامبر است علیه السلام، که پیامبر کار را کرده حتما به معیار وحی برابر است، حتما به معیار وحی برابر است، به منهج برابر است. پس به خاطر که خودش قدوه است، شریعت خودش آورده، امی بود که دیگرا هم از احرام خود خلاص کردن و رفتن به مکه معظمه. سالش دیگیش که میاد در یک جای بانه جور میشه، مشرکین که در راسش اکرمه بچه ابو جهل بود، وقت مسلمان نشده بود، پس آن اکرمه واس یکی از قماندانای جنگ مسلمان ها شد، همردیف تقریبا به خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه، و بعد از فتح مکه اکرمه ایمان آورده، او هم توسط زنش. و اکرمه آمد در یک جای سر مسلمان ها حمله میکنه، یکی دو مسلمان از جا مشرک از جا فرار میکنه، بالاخره میای به مسلمان ها، مشرکین میای که را تسلیم کن، میگه ای خو حمله شما کردین، حمله مسلمان ها نکرده. پس امی میشه که معاهده نقض میشه. ابو سفیان در وقت ایمان نیاورده بود، حرکت میکنه به طرف مدینه میه، و در مدینه به هر طرف که میره کسی هم امرایش گپ نمیزنه، کتابای سیرت نشته میکنه که میره پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت علی امرایش گپ نمیزنه، میره به خاطر بیادرزادش هم از حضرت علی، بعد از اون میره پیش ابوبکر صدیق امرایش گپ نمیزنه، حضرت عمر گپ نمیزنه، پیش پیامبر هیچ کس گپ نمیزنه، میگه معاهده را خودتون شکستاندین. عمو میشه که پیامبر علیه السلام همراه 10,000 نفر حرکت میکنن به طرف مکه معظمه، و عمو سوال بانه میشه که مکه فتح میشه، و عمو پیشگویی الله بود که انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، صحیح شد؟ دیگه اینی فلسفه هدیه بود. فاین صددتم و منعتم از رفتن به طرف کعبه فما استیسر من الهادی، پس هران چیزی که آسان از برتان از عمو شما قربانی کنین، ولا تحلقوا رؤوسكم، فقه هم یکی سیر نظر به بی آیت، البته یعنی استفادشان خارج آیت نیست، 3 روز روزه بگیره پیش از ایام تشریق و بعد از او باز 7 روزه در خانه خود بگیره،
اگر نیک از پیشش خطا خورد نتانست بس در ایام تشریق 3 روز خدا بگیره. مقصد پیش از اینکه به خانه بیاید از کعبه برای، پیش از اینکه به طرف مدینه برای به طرف خانهش. و سبعت اذا رجعتم، آیت تأکید میکنه تلک عشرتون کامله، این همی چند روز است؟ 10 روز. ذالک ای از این خاطر است امی حکم لمن لم یکن، یعنی امی 7 روز روزه در خانهش و 3 روز هم در حرم. لمن لم یکن، برای کسی که نباشه ها اهله، اهلش، فامیلش، حاضر المسجد الحرام، حاضر در مسجد حرام. چی معنا؟ یعنی مقیم مکه نباشد. اگر کسی مقیم مکه بود، اهل مکه بود، او باز فقط حج مفرد کرده میتونه، خب حج قران هم کرده نمیتونه و حج تمتع هم کرده نمیتونه. حج مفرد میکنه و در حج مفرد ذبیحه نیست، ذبحه نیست، فقط میره حج میکنه. یه دیگه یک برای زندگی است که الله برشان داده. و اتقوا الله، بترسید از خدا و بدانید که ان الله شدید العقاب، اگر شما تعدی میکنین، از حد گذری میکنین در احکام الله، الله سخت عذاب کننده است. کدام حج در بین از 3 تا بهتر است؟ قران بهتر است، تمتع بهتر است، یا مفرد بهتر است؟ به نزد احناف، احناف میگه که الاجر بقدر المشقه، اجر به اندازه مشقت است. پس مشقت و تکلیف در کدام زیاد بود؟ در قران. در قران زیاد بود که از امی اول نیت حج و عمره را یک جای کرده بود و با یک احرام خود را به تکلیف ساخته بود تا وقتی که از احرام خلاص می شد. پس در این صورت به نزد مذهب حنفی میگه که حج قران از هر دوی دیگه کرده چیست؟ بهتر است. دوم به نزد ما تمتع است. سعیس گفتیم که تمتع کدام حج میگه و سیوم باز مفرد است، به خاطر که تمتع یکی که پیامبر علیه السلام کرده و دومی که دیگه چیسته؟ دومی که مشقتش از مفرد کرده چیسته؟ بیشتر است، زیادتر است. به نزد ائمه ثلاثه و دیگه فقها میگه که تمتع از قران کرده بهتر است. چرا؟ دلیلی را میگیرن که اگر قران از تمتع بهتر می بود پیامبر علیه السلام حج قران میکرد، ولی پیامبر علیه السلام چی کرد؟ تمتع کرد، نه قران. دو مرتبه که حج کرده، هر مرتبه که آمده به حج، پس اینجا تمتع کرده، قران نکرده. اگر قران بهتر می بود خودش میکرد. ما پس حنفیه تو جواب میگه که گویا پیامبر علیه السلام به خاطر شفقت امت قران نکرده. صحیح که مشکل و سختی سر امت نبیه، به او خاطر حج تمتع کرده نه قران. به هر صورت الله توان می که هر کدام شتانست بکنه. سیوم باز حج مفرد است. در قدم سیوم عمره در جمله از حج فرضی نمی آید و اوقاتش از حج در این آیه دیگه برمومه که الحج و اشهر و معلومات، ولی عمره غیر از روزهایی که تو حج فرضی میکنی دیگه در طول سال هر روز عمره کرده میتونی، هیچ مشکلی نیست و کل عمره 200-300 بیشتر وقت هم نمیگیره. الحج و اشهر و معلومات، حج ماهای معلوم کرده شده است از طرف الله، ماهایی است که الله خودش معلوم کرده. مشرکین مکه عادت خواصت دیگه شانه تو بود که در سوره توبه انشاءالله خواهد خواندیم برای ما میایه که اونای تو عادت داشتن که به خاطر تابستان و زمستان گرمی میه، هر دمی وقت زمستان باز موسم حج را برابر میکردن که مردم زیاد بیه و ازشان زیاد چیز بخره، پیسشان زیادتر در وجه مصرف شد. پس همیشه حج را کوشش میکردن که در چه وقت بیه؟ در دمو وقت بیه که نه بسیار سرد باشه و نه بسیار گرم، یعنی به این صورتی که مردم آمده بتانه. الله میگه نه، حج از طرف الله هست، مثل که نماز اوقات معینه داره. ای آیت صراحتا به این برای ما میرسانه، مثل که برای ما میگه که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ای کتابا موقتا مفروضا، کتاب وقتی که فرض که از طرف الله مقرر شده. پس به عین شکل حج هم از خود ایام و عموم ماهای مشخص داره که غیر از او دیگه کس ای کار در دیگه وقت حج کرده نمیتونه. کدام حج؟ امو 3 تا را که گفتیم، عمره گفتیم در او داخل نیست. الحج و عموم ماهای حج، اشهر ماهای است، معلومات معین تعیین کرده شده. فمن فرض، پس بالای کسی که فرض شد، فیهن بالای ازی حج، الحج و حج، فلا رفث بهن به سبب احرامش،
الحج حج فرض شد، فلا رفث، پس نیست بالای از این دیگه، روا برش نیست جماع. رفث به معنی جماع. دیگه باز وقتی که احرام بسته کرد تا که از احرام خلاص شوه، تا که از احرام خلاص شوه، هم بستر شدن و دواعی هم بستر شدن هر دو سرش میشه حرام میشه. مثلا اگر همسرش کتش به حج رفته، بی بی حاجی، امرای از او هیچ نوع دواعی که منجر به هم بستر شدن میشه، فقها میگه نمیتونه کرده. سعیست دامو وقتی که این در چیست؟ در احرام است. اگر نی که مثلا حج تمتع بود، رفت عمره کرد، وقتی که از عمره خلاص شد، باز هم جماع و هم دوایی جماع، هم بستر شدن و هم دوایی هم بستر شدن برش حلال میشه. سعیست در چه وقت؟ در وقتی که از احرام خود خلاص کرده، دوباره روز هشتم ذوالحجه که احرام بسته میکنه میره به طرف منا، باز اینمی حرمت برش بر میگرده تا وقتی که احرام داره. وقتی که از احرام خود خلاص کرد که روز اول عید پس از ذبحه بود، پس از ذبحه بود، اگرچه طواف افاضه را مثلا نکرده، طواف افاضه را نکرده، کلش برش حلال میشه. در اونجا هم بستر شدن نمیتونه تا که طواف افاضه را نکنه. طواف افاضه را که کرد، باز کلش سر چی میشه؟ پس حلال میشه. ولا فسوق و نه هم دیگه معاصی. فسوق جمع فسق، فسق گفته بودیم خروج از طاعت، خروج از طاعت. پس بالای از این دیگه دو زدن و دشنام زدن و دیگه گناه کلش حرام، کلش چی میشه؟ منع قرار میکنه میگیره. یکیش هم دیگه کرده نمیتونه، نه هم بستر شدن که کار حلال بود برش همراه زوجش، و نه هم امی قسم دو دشنام زدن، جنگ کردن، گناه کردن، قمار زدن، دروغ گفتن، کلش سر چیسته؟ حرام است. ولا جدال و نه هم جنگ کرده میتونه فی الحج در روزهایی که احرام داره، در روزهایی که چی داره؟ احرام داره. از این ما یک بسیار برداشت خطرناک و خراب داریم. حاجی در اونجا تا وقتی که می باشه در حج میگی خیلی ملک است، هیچ چیز نمیکنه. وقتی که فقط دمی خانه خود برگشت، باز دیگه اونمون خرک و درک است. میگه که دروغ خود وقت حج بود نگفتیم، دروغ، غیبت در اونجا نکردیم. نه، این معنی نیست که بعد از اینکه تو از احرام خلاص شدی باز هر چی که دلت شد بکنی. در اونجا گناهش بیشتر است، در اونجا کاملا سرطمان است. اگر انجام دادی سر دم میگرده، ولی قصد که در اینجا اگر توی کار کردی مؤاخذه دنیاوی نمیشی، ولی عاقبت آخرت که عاقبت یک دروغگو هست، یک غیبت کننده هست، یک دو دشتام زننده هست که از علایم دیروز خواند منافق بود، سعیست پس او چیزا سرت است، از این چیزا خودداری باید بکنی. ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا، و هر آن چیزی که شما انجام میتین، من خیر، از نیکی، یعلمه الله، الله او را بهتر میدانه. هر نیکی که انجام دادی تو تظاهر نکو، او را الله خامخواه میفهمه و در میزان حسناتت انشاءالله چی میکنه؟ حساب میکنه. و تزودو، پس شما تقوا حاصل کنین. تزودو امی قسم که شما زاد و راحله در حج ضرورت دارین که به طرف حج میرین، پول امرایتان میگیرین، میرین که کم خرج نشین، به فامیلتان چیزی میگذارین که اونا کم خرج نشه، روزی خود، رزق خود از امون تا وقتی که میگی مکافات بکنه، پورا بکنه. به این شکل بهترین زاد و راحله تقوا هست، به خاطر آخرتتان شما از حج کار بگیرین. یعنی از این کاملا موتو میفهمیم. ار وقتی که الله شما را خواست رفتین و یا معلم حج شدین رفتین، باز دوجه به حاجی بگو کاکا اینجا به خاطر تجارت آخرت آمدی، دیگه وقت تا در بازارا و در پیش دکانا و یا تیر نکو، اما وقت تا برو به خاطر آخرتت کار بکو. در اینجا تو که آمدی یک نماز یک لگ نماز است. توی امو بسیاریش تو میشه، بسیار نمیگم که اکثریتش، اینطور میشه که حتی امو نماز جماعت هم گاهی به حرم برن نرن، در هر جا که برابر شد خواندن، و دیگه گاهی ببینه که خواب است، نه به طرف حرم است قرار، امو هتل و امو چپرکت لوکس به خود چی میبینه؟ غنیمت میشماره. به این شکل نشوه. و تزودو، شما زاد بگیرین، تقوا حاصل بکنین، فاین خیر الزاد، پس بهترین زاد و راحله، بهترین چیزی که تو میگیری از حج، التقوا، حصول تقوا هست. که تو باید وقتی که از حج برگشتی یک حاجی دیگه شوی، نه مثل شخصی که پیش از حج بودی. پیامبر علیه السلام میگه که من حج، هر کسی که حج کرد بعد از او باز این در حج جماع هم نکرده بود، لم یرفث و لم ینفث و نه دو دشنام زده بود، و فرجع، پس آمد بر میگرده که یوم ولدته امه، مثل طفلی که نو از مادر تولد میشه. پس طفل نوزاد خو کاملا پاک است، معصوم است. حاجی هم امو قسم نقیح،
پاک برمیگرده، در صورتی که باز حج خدا نگاه بکنه. به می خاطر است که علما میگه که حج کردن آسان است، ولی حج نگاه کردن چیست؟ مشکل. واتقونی و بترسید از ما، این یا ایجا یا حذف است. واتقونی بترسید از ما یا اولی الالباب، ای کسایی که عقل دارین. پس عقل چرا اینجا آورد؟ مفسرین میگن یا اولی الالباب به خاطر برش گفت که در اینجا گفته بود فاین خیر زاد تقوا، بهترین زاد تقواست. پس اگر عقل داری تقوا را به خود حاصل بکن. از حج به خود یک تجارت بزرگ در کمایی تقوا، در کمایی خیر و نیکی و حسنات چی بکو؟ حاصل بکو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه میگه در اینجا که در زمان جاهلیت سه تا بازار مشهور بود در دنیا که اهل مکه و دیگران میرفتن از اوجا سودا و یای خدا میخریدن. یکی به نام عکاظ یا عکاظه ار دو آمده، یکی به نام مجنه و دیگر به نام ذل مجاز. این سه تا بازارهای مشهور بود. به می قسم اونا میرفتن گاهی از او تجارت میکردن نمیکردن. حاجی بیچاره وقتی که به حج میرفت از این خرید و فروش دیگه باز میمان، در او بازارها رفتن نمیتونست، وقتش میگرفت. الله میگه که سرش مهربانی کرد که نه، اگر تو به حج میری و قصد حج داری، در جریان حج تجارت هم میکنی، مثلا از افغانستان میری چیز برات به خاطر فروختن میبری که اونجا بفروشی و امو خرج تو را هم بکشه، این برات مشکل نیست، این کار کرده میتونی. این آیت در این مورد نازل شده. لیس علیکم جناح، نیست بالای شما هیچ گناهی، ان تبتغوا، ای که شما طلب کنین فضلا، فضل روزی را، رزق را، تجارت را، من ربکم، از پروردگارتان. بخواین خلاص برین به حج که رفتین امراش در پاروچی هم بکنین تجارت، خوی اینه که کل وقت تا با صرف دکانداری بکنین. فاذا افضتم، پس هر وقتی که شما پایین شدین از عرفات، از عرفات پایین شدین به طرف چی؟ مزدلفه میرین. سنیست مشتکین عادت داشتن که یا فقط امی پیش از کمی آفتاب که زوال کرده بود، پیش از دیگر روان دو وقت زمان جاهلیت که حج میکردن، به خاطر که تفکیک بین حج بیا، ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که نه، اینجا الله میگه که اوش کنین شما بسیار تیز نروین، نه تیز میرین نه آهسته، وقتی که آفتاب غروب کرد بالایتان در عرفات، بعد از او باز به طرف چی میرین؟ مزدلفه. میتونین که در موتر برین، میتونین به پا برین، میتونین که هر قسم مقصد از عرفات خدا بکشین، خو وقتی که غروب باید در عرفات بالایتان کرده باشه، نه ای که غروب سرتان در مزدلفه بکنه. غروب باید در کجا باشه؟ در عرفات. فذکر الله، پس یاد کنین الله را، عند المشعر الحرام، در وقت مشعر الحرام. مشعر الحرام بعضی میگه که مطلق مزدلفه مراد است، عده میگه که عمو مکان است که در بین دو تا کو قرار داره. و آل مشعر الحرام معلوم دار است که در اونجا یک مسجد کلان جور کردن، در اونجا اکثرا حاجیا خود را بنا قریب مینا است، از مزدلفه آخرش قریب مینا، همسرحد کت مینا میه تقریبا، پس بسیار کم فاصله، شاید در حدود در پای انشالله العزیز یک 15 دقیقه کمتر و زیادتر تا سرحد مینا را چی داشته باشه؟ فاصله داشته باشه که خیمه حاجی میه. پس در اونجا پیامبر علیه السلام میامد و نماز صبح را در مشعر الحرام میخواند، در اونجا باز دعا میکرد تا وقتی که آفتاب میبرامد باز به طرف مینا به جبر زدن میرفت در روز اولی. فذکر الله، پس شما یاد کنین الله را، عین در مشعر الحرام، در پیش مشعر الحرام. ما گفتم یا میگه که مرادش هم کوه هست، یا میگه ما حولی از این کوه هست، و یا هم میگه از ابن عباس که در بین دو تا چیسته؟ کوه هسته. ابن عباس، سعید ابن جبیر، عکرمه، مجاهد، صدی میگه که ما بین الجبلین، در بین هر دو کوس. ابن کثیر میره نقل کرده. واذکر الله واذکروه، و یاد کنین الله را، کما هداکم، قسمی که به شما یاد داده. الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آل برما میگه و این کنتم، اگر چی بودین شما، من قبله پیش ازی که الله با شما بیاموزنه، لمن الضالین، از جمله گمراها، از جمله گمراها، پیش ازی که ترا ایمان الله نصیب بکنه هم گمراه بودی در امور دین. عمی قسم پیش ازی که مراسم حج را به تو یاد بتا، تو ناخوان بودی، جاهل بودی، به مراسم حج نمیفهمیدی. ثم افیضوا، باز شما پایین شوین، من حیث افاض الناس، از امو راهی که یعنی از مزدلفه به طرف منا، افاض الناس که پایین میشه مردم، میره و مردم. و استغفر الله، طلب مغفرت بکنین الله، با تکبر نروین، با تکبر نروین، آرام آرام میرین،
با سبحان الله گفتن میرین، با الحمدلله گفتن میرین، با دعا کردن میرین. ان الله هر این الله متعال است بخشاینده و مهربان. فاذا قضیتم، پس وقتی که شما ادا کردین، ای فرغتم، شما فارغ شدین از چی؟ مناسککم، از مناسککم، از امو مناسک. مناسک جمع نسک، نسک مرادش اینمی افعال حج است، مثل که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما میگه که خذوا عنی مناسککم، بگیرین از ما یاد امو مناسکتان را، یعنی حج از ما یاد بگیرین. پس در مناسک یعنی در حج، مثل که در نماز موضوع تصرف کرده نمیتانیم، به عین شکل در افعال حج هم حق تصرف نداریم. فذکر الله، پس یاد کنین الله را، که ذکرکم، مثل یاد کردن شما آباءکم، پدرانتان را، او اشد ذکرا، یا از او کده هم سختر، بل اشد ذکرا، او را به معنی بل میگیریم، بل اشد ذکرا، بلکه از ذکر پدر و مادرت کرده به مراتب مراتب بالاتر الله را چی بکو؟ یاد بکو، به خاطر که الله ذات است که هم پدرت را پیدا کرد، هم مادرت و هم تو را. فمن الناس، اینجا تقسیم مردم به دو طایفه، به دو گروه، که تعدادش از حج هم مسائل دنیایی را میخوان و تعدادش چی را میخوان؟ هم دنیا را میخوان و هم آخرت را میخوان. فمن الناس، پس از بعضی از مردم ها، من کسی یقول که میگوید در دعای خود، ربنا ای پروردگار ما، آتنا بتی بر ما، فی دنیا در دنیا، و ماله و نیست برش، فی الاخرت در آخرت، من خلاق، من نصیب، هیچ نصیب صالح برش نیست، هیچ نصیب حسنه نیست، هر چیزی که در دنیا خواسته الله برش میته دنیا را، هر قدر از الله دنیا بخواهی برت میته، اما بفهم که در آخرت باز چیز نداری. پس بهتر است که تو دنیا را هم بخواهی به شکلی که امید دنیا سبب شوه که تو اعمال صالحه انجام بدی، دو به خاطر چی؟ آخرتت. و منهم، و از تعدادی از مردم مسلمان ها، من کسی یقول که میگه ربنا ای پروردگار ما، آتنا بتی بما، فی دنیا هم در دنیا، حسنتا نیکی. حسنه در دنیا دو معنا داره، یک عمل صالح، دو المرأة الصالحه، زوجه نیکو. میتونی که به حج بری از الله زن بخواهی، هیچ مشکلی نیست، برای جواز داره. و فی الاخرت حسنه، و هم در آخرت حسنه. حسنه دوم که در آخرت است مرادش جنت است. چیست؟ جنت. سعی کن یک حسنه در نفس یک آیات دو معنا پیدا کرد. به مون خاطر ما گفتیم که هر لغت قرآن کریم در هر جای خود معنی خاص خود داره. حسنه اول یا عمل صالح و یا المرأة الصالحه. حسنه دوم جنت. و قنا عذاب النار، و نجات بتیم او را، در امان داشته باش از عذاب دوزخ. اولئک، همین گروه، لهم اسبرشان نصیب، حصه، مما کسبو، از آن چیزی که کسب کردن. اگر زیاد کسب کرد الله زیاد برش پاداش میده، اگر کم کسب کرد الله کم برش پاداش میده. والله، الله که از سریع الحساب، سخت چیست؟ حساب کننده هست. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظانی دین ما، ای وارثانی انبیا، حفظی کلامی با صفا، بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیثی مصطفی، گویند به تو ای پارسا، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخان توی، خوشخان و خوش الهان توی، خواننده ای قرآن توی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست، و ای از لسانی مصطفاست، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما.